پایان انتظار و شروع دیگر. Der Countdown für entscheidende Stunden. به روز تصمیم گیری نزدیک می شویم. Der Tag, an dem das Schicksal vieler Dinge von ihrer Wahl abhängt. بیننده برنامه ویژه انتخابات پارلمانی از تلویزیون اکسوس هستید. انتخابات پارلمانی اتریش تا چند روز دیگر برگزار می شود. بیش از 6,300,000 رای دهنده برای رسانیدن نامزدان دلخواهشان به 183 کرسی پارلمان تلاش خواهند کرد. Die Wahl am 29. September wird als anders im Vergleich zu den vorherigen Nationalratswahlen betrachtet. Einer der wichtigsten Unterschiede besteht darin, dass diese Wahlrunde eng mit der Zukunft von Migration und Flüchtlingen in Österreich verbunden ist. Genau. Es wird angenommen, dass im Falle eines Sieges der Rechtspopulisten der Migrations- und Asylprozess mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert sein wird. بله سوزی، در این برنامه ویژه در کنار این موضوع به ابعاد مختلف انتخابات، جایگاه و نقش دیاسپورا و جامعه پناهنده می پردازیم و نیز میکانیزم ها و روش های آن را برای شما توضیح خواهیم داد. درود، من تانیا کیهان هستم. Und ich, Susanne Bazzigotti, werden Sie durch diese Sendung führen. Und das im schönen Ambiente der EU-weiten Ausstellung Erlebnis Europa hier in Wien. در این برنامه یک بسته معلوماتی در مورد پارلمان و انتخابات پارلمانی اتریش داریم. با دکتر علی باقری یکی از ناظران انتخاباتی گفتگو خواهیم کرد و نیز گزارش داریم از دیدگاه های دیاسپورا افغانستان در مورد این انتخابات. Ja, genau. Wir zeigen Ihnen auch eine Podiumsdiskussion über die Bedeutung der Diaspora-Teilnahme an der Nationalratswahl. Außerdem haben wir den Wahlkampf eines Kandidaten mit Migrationshintergrund begleitet. Zuerst schauen wir uns gemeinsam ein Informationspaket über das österreichische Parlament und Nationalratswahlen in Österreich an. پارلمان اتریش که به آن مجلس عالی نیز میگویند از دو بخش تشکیل شده است. شورای ملی و شورای فدرال. شورای ملی اتاق نماینده های پارلمان اتریش است. شورای فدرال اتاق نماینده ایالت های فدرال. وظایف مجلس عالی اتریش در قانون اساسی چنین شرح داده شده است. بحث و تصمیم گیری در مورد پیشنویس قوانین. نظارت بر کار دولت فدرال، مشارکت در پروژه های اتحادیه اروپا و مشارکت در اجرا. نخستین پارلمان منتخب اتریش رایخستاگ نام داشت که در سال 1848 پس از یک انقلاب تشکیل شد، اما این پارلمان پس از یک سال فعالیت منحل شد. یک دهه بعد در سال 1861 نهاد به نام رایخسرات مسئولیت قانونگذاری را در اتریش به دوش گرفت و تا آخر دوره امپراتوری هابسبورگ باقی ماند. با فروپاشی امپراتوری در سال 1918 نماینده های پارلمان اساس نخستین جمهوری را گذاشتند. اما در سال 1933 با پدید آمدن اختلافات سیاسی دولت دولفوس پارلمان را حذف کرد. هفت سال بعد در 1945 هنگامی که جنگ جهانی پایان یافت اتریشی ها نخستین نمایندگان جمهوری دوم را انتخاب کردند. در پارلمان فعلی شمار نماینده های شورای ملی به 183 تن می رسد و نماینده های شورای فدرال به 60 تن. این نهاد قانونگذاری
دارای 43 کمیته می باشد. دوره قانونگذاری شورای ملی معمولاً 5 سال بعد درازا می کشد. پارلمان کنونی دارای 5 باشگاه یا کلوب سیاسی نیز می باشد. برای ایجاد باشگاه ها، نماینده ها باید به یکدیگر بپیوندند. برای تشکیل یک باشگاه، حداقل به 5 عضو شورای ملی و 5 عضو شورای فدرال نیاز است. 5 باشگاه کنونی در پارلمان اتریش عبارتند از حزب مردم یا OVP، حزب سوسیال دموکرات یا SPO، حزب آزادی یا FPO، حزب سبزها یا گرونین و حزب لیبرال یا نیوز. در اتریش احزاب زیادی وجود دارند، اما 5 حزب در حال حاضر کرسی های شورای ملی را در اختیار دارند که از آن جمله حزب مردم یا OVP بیشترین کرسی ها و حزب لیبرال یا نیوز کمترین کرسی ها را در اختیار دارد. در شورای ملی نماینده های نیز وجود دارند که غیر وابسته یا اوکان. در دوره فعلی در این گروه فقط یک نماینده وجود دارد. اتریشی ها از سن 16 سالگی می توانند در انتخابات شرکت کرده و به کاندید دلخواهشان رأی بدهند. پیشینه ی حق رأی دهی در اتریش به انقلاب 1848 برمی گردد. اما زنان در سال 1918 با سقوط امپراتوری هابسبورگ توانستند حق رأی دهی را به دست آورند. امروزه میزان اشتراک زنان و مردان در انتخابات اتریش چه به عنوان نامزد و چه به عنوان رای دهنده به هم خیلی نزدیک است. حالان که در گذشته ها چنین نبود. در سال 1919 میزان حضور زنان در مجلس تنها به بیش از 5% می رسید و از میان 159 نماینده تنها 8 تنشان زن بودند. اما اکنون از میان 183 نماینده پارلمان 72 تن زن هستند و این میزان مشارکت زنان را در پارلمان تا بیش از 39% بالا می‌برد. در اتریش 9 حوزه انتخاباتی ایالتی و 39 حوزه انتخاباتی منطقه‌ای وجود دارند. در انتخابات پارلمانی اتریش افراد به نامزد مشخصی رأی نمی‌دهند، بلکه به احزاب رأی می‌دهند. هر حزب فهرست از نامزدانشان را ارائه می دارد و نامزدان بر اساس همان فهرست در رده های اول، دوم، سوم و به همین ترتیب در رده های پایین تر قرار می گیرند. اگر یک حزب در اتریش در سطح ایالتی 10% آرا و در سطح منطقه‌ای 14% آرا را به دست آورد، یک کرسی پارلمان را احراز می کند. دور بعدی انتخابات شورای ملی اتریش در 29 سپتامبر سال جاری برگزار می شود. مراکز رای دهی از ساعت 7 صبح تا 5 عصر باز خواهند بود و مردم می توانند یا در مراکز رای بدهند و یا هم آرایشان را از طریق پست ارسال کنند. همچنان بیماران از طریق تماس با مرجع انتخاباتی پرنده که مشمول خدمات شهرداری است در انتخابات شرکت خواهند کرد. مرجع انتخاباتی آنان را در هر جایی که باشند ملاقات کرده و کارت رای دهیشان را تسلیم می شود. هنگام رای دادن فراموش نکنید که مدرکی برای اثبات هویتتان داشته باشید. مانند گذرنامه، کارت شناسایی، گواهینامه رانندگی یا شناسه دانشجویی. به خاطر داشته باشید که شناسه های الکترونیکی مانند گواهینامه رانندگی دیجیتال یا مدرک هویت دیجیتال را نمی شود در مراکز رأی‌گیری بررسی کرد و اینها به عنوان اسناد اثبات هویت پذیرفته نخواهند شد. بسته معلوماتی را تماشا نمودید. فراموش نکنید که برگه های معلوماتی انتخابات را که از طریق پست برای شما فرستاده شده است را با خود در شعبه های رای گیری ببرید.
چون در آن در کنار شماره حوزه انتخاباتی شماره فهرست فرد رای دهنده نیز درج می باشد. Und doch, bei der aktuellen Wahl, die stark mit dem Schicksal von Zugewanderten und Flüchtlingen verknüpft ist, wie positionieren sich die aktuellen KandidatInnen mit Fluchthintergrund zu diesem Thema? Bale, Yusuf Hassan, نامزد حزب لیبرال است. همکاران ما یک روز تمام را با وی سپری کردند و از او درباره برنامه‌هایش در صورت رسیدن به کرسی پارلمان پرسیدند. گزارش را می‌بینیم، با ما بمانید. برای بزرگترین پیکار سیاسیشان آمادگی می‌گیرند. در میان این گروه جوانان، یوسف حسن 24 ساله خود را در انتخابات پارلمانی اتریش نامزد کرده است. جوان پرتلاشی که اکنون نیز رئیس ایالتی حزب لیبرال نیوز است. او در یک خانواده چند فرهنگی در وین به دنیا آمده است. شهری که او حالا در آن با شعار با هم برای رفاه و آزادی بیشتر وارد رقابت انتخاباتی شده است. Gerade nach dieser Zeit, wo sich Österreich in einer wirtschaftlichen Krise befindet, braucht es endlich Entlastung für die Leute. Heißt weniger Steuern auf Arbeit, weil wir haben sehr, sehr hohe Steuern in Österreich und es ist einfach mega schwierig, dass sich Leute etwas aufbauen können. Und heißt auch, dass die Menschen, die sich dann etwas aufbauen, auch davon leben können, dass das Geld auch in Österreich investiert wird, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Und diesen Wohlstand wünsche ich mir für alle Menschen in Österreich. Wir haben jetzt unsere Wahlkampfaktion am Donaukanal. Dort werden wir vor allem junge Menschen ansprechen. Wir haben auch coole Goodies, die wir verteilen werden, zum Beispiel Papes, Flyer. Und am Donaukanal sind viele junge Menschen. Und wir reden einfach mit ihnen über Politik, was ihre Themen sind, was sie bewegt momentan. Und genau, schaffen so eine coole Atmosphäre auch. Freuen uns schon drauf. او امروز را هم می‌خواهد با رفتن به داخل شهر با توزیع برنامه‌هایش به مردم سپری کند. حسن از رشته مدیریت مالیاتی دانشگاه FH کامپوس وین فارغ شده است و به عنوان مشاور مالیاتی شرکت آرتوس کار می کند. اما اینکه چطور شد وی برخلاف رشته تحصیلیش و فکر سیاست و نامزدی در انتخابات افتاد، در آوان نوجوانیش ریشه دارد. Meine Eltern sind auch quasi ein politischer Haushalt, wir reden auch sehr viel über Politik. Aber der eigentliche Grund war, dass ich quasi sehr früh meine Lehre bei einer politischen Partei, nämlich NEOS, begonnen habe, mit 16 Jahren. Und dadurch hat sich mein Interesse an Politik erst recht quasi gestärkt und habe entschieden für mich, okay, ich möchte gerne auch nach der Lehre dabei bleiben. Bei Edgom Panohjujan der Jomaa و نقش مثبت آنان بر ایجاد تنوع فرهنگی باورمند است. اما میپذیرد که روند مهاجرت باید منظم تر گردد. و در مقابل، پناهندگان نیز از حقوق برابر با دیگر شهروندان بهره‌مند باشند. Ich habe zum Beispiel bei mir selbst gemerkt, ein Thema, was viele Migrantinnen und Migranten in Österreich erleben, ist das Thema der Chancengerechtigkeit, gerade im Bildungssystem. Bei mir selbst habe ich gemerkt, dass es einen Unterschied macht, aus welchem Haushalt man kommt und wie das Einkommen der Eltern ist. Da ist einfach eine ganz große Diskrepanz und die muss einfach in der Schule ausgeglichen werden. در میان دوستانش به خوش برخوردی معروف است. دوستانی که به پیروزی او در انتخابات خیلی خوشبینند. Also ich kenne Yusuf, glaube ich, jetzt schon gut 2 Jahre. Also ich habe ihn relativ gleich, wo ich zu Yunus gekommen bin, halt kennengelernt, weil eben unser Landesvorsitzender in Wien ist. Und der Yusuf ist ein sehr extrovertierter Mensch und ein sehr freundlicher, der sich sehr auf Menschen einlässt. Und es gibt, glaube ich, keine Person, die nicht gut mit Yusuf kann, weil Yusuf einfach ein wahnsinnig freundlicher und herziger Mensch ist. Seit 8 Jahren, er ist ein totaler Menschenfänger, total optimistisch, herzlich, positiv, bindet alle ein, sich alle gut fühlen und auch ein politischer Mensch, weil er einfach will, dass es den Leuten in Österreich besser geht.
Also normalerweise ist hier sehr viel los, aber dadurch, dass halt am Wochenende hier überall Hochwasser war, haben die Lokale erst jetzt begonnen aufzusperren. Und natürlich ist auch im Sommer dann noch mehr los, weil viele junge Leute herkommen, hier was trinken, sitzen und gerne Zeit vertreiben. Aber wir versuchen trotzdem unser Bestes und die Leute, die da sind, anzusprechen. هنوز روشن نیست که برنده اصلی انتخابات پارلمانی کدام جناح خواهد بود. اما به باور حسن، این همیشه مردمند که می توانند همه چیز را تغییر دهند. Und wenn Parteien in die Regierung kommen, die jetzt nicht daran interessiert sind, dass es uns als Staat besser geht oder als Bevölkerung, dann haben wir einfach ein großes Problem. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass alle Menschen wählen gehen und auch politische Kräfte wählen, die etwas verändern möchten und die auch Probleme ernsthaft angehen, weil dazu ist die Politik da. تا اینجای راه را حسن و همراهانش چنان که می‌خواستند خوب جلو آمدند. اما آنان می‌دانند که تا رسیدن به بلندای پیروزی هنوز باید گام بردارند و ببینند که بخت تا کجا با آنان یار خواهد ماند. در این بخش برنامه در گفتگوی چگونگی انتخابات پارلمانی اتریش را به بررسی می‌گیریم. مهمان ما در این بخش دکتر علی باقری است. Herr Boccheri studierte in Wien und Warschau und ist Botschafter der Universal Peace Federation Österreich bei den Vereinten Nationen. بله، ایشان پیشینه نظارت بر انتخابات پارلمانی اروپا و انتخابات پارلمانی اتریش را دارند و همچنان در سال 2014 در افغانستان در بررسی شکایات انتخاباتی نقش عمده داشتند. آقای باقری به برنامه خوش آمدید. تشکر میکنم از شما که این فرصت را برام دادین تا در خدمت شما باشم. هم از متفاوت بودن این دور انتخابات با دورهای پیشین صحبت میکنن. شما که تجربه نظارت بر انتخابات های پارلمانی را دارین، این انتخابات را چگونه ارزیابی میکنین؟ من میخوایم از فرصت استفاده کنم خدمت شما و بینندگان شما در مرحله اول سلام عرض کنم و در ارتباط با متفاوت بودن این دور انتخابات میتونیم اشاره بکنیم به تحولات اخیری که در منطقه اتفاق افتاده. می جمله میتونیم یاد کنیم که از جنگ بین روسیه و اوکراین و مراجعت سیل عظیمی از مهاجران به طرف اروپا و اتریش و یا اتفاقاتی که در اخیر افتاد، مسئله کرونا و سیاست های دولت و یا در ارتباط با جنگ اسرائیل و غزه و مراجعه بسیاری از پناهندگان به طرف اتریش، اینا سیاست هایی هست که میتونه با احسابی که در انتخابات شرکت کردن بسیار مؤثر باشند و از این موضوعات به نفع خود استفاده بکنن. این قضیه رو میتونه متفاوت بکنه. دیدگاهتان در مورد کارزارهای انتخاباتی چیست؟ آیا احزاب و نامزدان توانسته که مردم تشویق بکنن تا به پای صندوقهای رای رفته و رای بدهند؟ با توجه به سیچویشنی که فعلا ما داریم، یک کمکی انتخابات ها متفاوت شده و احزاب، هر احزاب به نوع خود در تلاش از این هستند که از موقعیت به وجود آمده استفاده بکنند و مردم را به پای صندوق های رای بکشانند. حالی که چه نوع استفاده می کنند از این موضوعات، در به طور مخصوص در ارتباط با موضوع پناهندگی و مهاجرت و اینا، این بستگی به نوع و مرام خود او حزب داره که از این به چه نوع میتونه استفاده بکنن. و ما شاهد هستیم که در آخر چه رقم احزاب راست و راستگرای افراطی فعال هستند و مردم را تشویق به آمدن به پای صندوق‌های رای میکنن. دقیقاً به نظر شما موضوع مهاجرت و پناهندگی در کجای این انتخابات قرار دارند؟ ببینید، موضوع پناهندگی و مهاجرت یکی از فاکتورهای اصلی و اساسی کمپاین تبلیغاتی برای احزاب و پارتایا هست و دقیقاً در این ارتباط بسیار استفاده میکنند از این موضوع. همونطور که شما در اطلاع هستید، ما در اتریش فعلا 4 حزب پیشتاز داریم. یکی که سبزها هستند، سبزها بیشتر فعال هستند در ارتباط با محیط زیست، و حزب میانه رو و یا سوسیالیست ها و یا در حقیقت واقعیت گرای ها هستند که اینا آنچه که فعلا در جامعه حاکم هستند سیاست های خود رو بر اساس او
استوار میکنن. در قسمت دیگه ما دو حزب دیگه داریم که یک راستگرا و راستگرای افراطی هست. راستگرای افراطی این دو حزب بیشتر پیرو به مکتب پوپولیسم هستند. حالا اینکه مکتب پوپولیسم چی است، این را میتونیم در یک جمله خلاصه کنیم. مکتب پوپولیسم میگه که هدف وسیله را توجیه میکنه و هر آنچه که شما در راستای هدف خود میخواهید برسید مجاز هستین استفاده بکنید. و یکی از این اهداف در مکتب پوپولیسم این هست که برانگیخته کردن احساسات جامعه و استفاده به نفع خود، به نفع همون تیم و یا حزب خود هست. مثال میزنم براتون. مثال میگن که شما در ارتباط با فکت هایی که در موجود هست بیاین تاکید بکنید سر مسئله مهاجرت و ایره بولد کنید، و یا سر مسئله بازی با اعتقادات مذهبی و دینی، و یا نقطه ضعف های دولت را بولد کردن وضعی به نفع خود استفاده کردن. و همونطور که ما شما شاهد هستیم در روزها احساب بسیار در قسمت خصوصا احساب راست و راست افراطی بسیار فعال هستند و استفاده میکنند به نفع خود. Inwiefern denken Sie, wird das Thema Flucht und Migration einen Schatten auf die anderen Themenbereiche dieser Wahl werfen? Ich glaube, das Thema von Migrant und Migration und Flüchtlinge ist ein wichtiger Teil von Wahlkampf in unserer Land Österreich. Und jedes Partei dann versuchen, das benutzen von wegen seinen Bereich und seinem Ziel. Es kommt darauf an, in welches Partei in welchem Bereich aktiv ist, und dann kannst du das benutzen in seinem Bereich und seinem Ziel. Das ist, ich glaube, die Migration und Asylbereich. Dann kann man das benutzen. شما پیشتر کوتاه در مورد تاریخچه احزاب معلومات ارائه کردید. اگر برنامه های احزاب را در بخش مهاجرت و پناهندگی ببینیم، مهمترین اجزای این برنامه ها چی ها اند؟ در ارتباط با برنامه احزاب، همون رقم که خدمت شما گفتیم، ما در اتریش 4 حزب پیشتاز داریم که سبسا هست و سوسیالیست ها یا اس پی او هست و یا راستگرا و راستگرای افراطی. با مختصر خدمت شما عرض میکنم که برنامه سبس ها در ارتباط با مهاجرین همه کماکم همو برنامه حمایتی سابق را دارن، یعنی یک تقریبا این را به اون معنا میتونیم بگیم که یک برنامه میان روی دارن. در ارتباط با حزب واقعیتگراها یا اس پی او بسیار براحتی میتونیم بگیم که اینا آمدن پیشنهاد کردن که خیلی خوب ما بیایم بیشتر واقعیتگرا باشیم، و یکی از برنامه ما ای است که در آینده باید رسیدگی به پرونده مهاجران باید خیلی سریعتر انجام شود. و این خیلی خوب خواهد شد اگر کسانی که هستن در خارج کشور حتی اینا درخواست پناهندگی میدن، درخواست پناهندگی اینا در همونجا مطابق با موشن از ما بررسی شود و به اینا پرداخته شود، سریعتر جواب داده شود. و خصوصا کسانی که در اتحاد اروپا آمدن اینا پرونده دادن و سالهای سال هست که اینا پرونده اینشان بررسی نشده، اینا سریعتر ما بررسی میکنیم، سریعتر ما مکانیزم را ایجاد میکنیم که سریعتر و جواب اینا داده شود. در ارتباط با حزب راستگرا عرض کنم خدمت شما، همونطور که شما در جریان هستید، در سال جاری ما یک برنامه اصول پکت را داشتیم و این حزب قبلا نمونه کوچکی را در اتریش پیاده کرده بودند، بودجه در از اختیار گذاشته بودند. مثال میزنم، میگفتند که به جایی که مهاجر در افغانستان به طرف اتریش بیاید خب هزینه را مصرف بکنه، ما میایم این بودجه را در افغانستان ما مصرف میکنیم که اونا مجبور به مهاجرت نشن که بخواین به طرف اتریش بیاین. و بر اساس تلاش اینا را شامل امو پروسس اتحادیه اروپا کردن و امروز یک پکت به نام یک پروگرامی داریم به نام اصول پکت که ای تصویب شد و ای را الان میخواین که اجرا بکنند و بیشتر در افغانستان، یعنی که دیگه ما نیاز نباشه که مهاجر را پشت مرزهای خود داشته باشیم، مهاجر از همون کشور خودش از اون درخواست میده و ما از اونجا رسیدگی میکنیم. در ارتباط با برنامه راستگرهای افراطی،
ببینید در راستگرای افراطی اگر ما دو کلمه را از راستگرای افراطی از برنامه اینا حذف کنیم یعنی دیگه اینا چیزی برای گفتن ندارن. یک راست همونطوری که خدمت شما گفتم راستگرای افراطی استوار هستن بر مکتب پلیس. یعنی چی؟ یعنی اگر ما مسئله مهاجرت را از برنامه اینا پس کنیم، اگر مسئله اونو ضعفای دولت را از برنامه اینا پس کنیم یا مسئله اعتقاد اینا چیزی ندارن، اینا چی میگن؟ اینا که بیشتر برای اینکه بیشتر بتونن با احساسات مردم بازی بکنن میان میگن خیلی خوب توقف مهاجرت، ما کمپ‌ها چرا باید کمپ‌ها وجود داشته باشه، کمپ‌ها در اینجا در اتریش بسته شود و کمپ در کشور سوم ایجاد شود. یعنی اگر کسی میاد برای ما اینجا درخواست میده برای اصول مثل تحریری که در بریتانیا اجرا کرد، این مهاجرین باید انتقال شود در کشور ثالثی و در اونجا رسیدگی بشه و بعد ما ببینیم که آیا ایران ما پذیرش میکنیم یا نمیکنیم. و در قسمت آخری که من خدمت شما عرض کردم اینا میگفتن که هر آنچه که ما در اینجا داریم مراکز پناهندگی اینا یک بار دوشی برای دولت است و اینا باید بسته شود و برای کشور سوم هزینه‌ای که ما در کشور خود داریم در کشور سوم شاید هزینه بسیار کمی داشته باشیم. اینی برنامه‌هایی است که میشه سر اونها توجه کردن نسبت به برنامه احزاب. Wenn die Rechtspopulisten stimmenstark oder sogar mit einem Sieg aus dieser Wahl gehen, was bedeutet das für Personen mit Fluchthintergrund und für AsylwerberInnen? Ich glaube, das ist jetzt bei uns ist wichtig als alles unser allgemeines Interesse. Das heißt, das ist wurscht, die Rechtspartei oder dass die andere Partei kommen. Das soll, was wir haben in unserem Grundgesetz, das sollen das die akzeptieren. Und wir haben, das ist viele andere, was die aktuelle die Partei sagen, wegen dem Wahlkampf. Aber das ist viel Unterschied zwischen, dass die kommen von im Bereich unserer allgemeinen Interesse. Das ist Unterschied. Und deswegen ich konnte das sagen, wenn die Rechtsparteien gewinnen, den Wahlkampf gewinnen, das konnte nicht viel Unterschied sein als aktuell, was jetzt wir haben. Deswegen, das ist einfach, wir können sagen, das ist keine Sorge von uns. Angesichts all dessen wird erwartet, dass Personen mit Fluchthintergrund, die die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, aktiver an dieser Wahl teilnehmen werden und mehr von ihnen Gebrauch von ihrem Wahlrecht machen werden? Ich glaube, das wäre besser, wenn denen auch aktiv zu sein. Im Moment, wir sind Teil von dieser Gesellschaft, von diesem Land. Und was passiert von diesem Land, das auch gehört uns und wir gehören in dieses Land. Das heißt, das wäre besser in dieses Mal, wenn die Personen und Bevölkerung mit der Migrationsgeschichte an Wahlkampf teilzunehmen. Und Ihrer Meinung nach, was erwarten Sie? Erwarten Sie eine höhere Beteiligung? Ich glaube, mit der Situation, dass dieses Mal wäre mehr teilzunehmen. Und das ist wichtig von unserer Zukunft auch. در اخیر اگر در مورد تجربه‌هایتان از انتخابات‌های پارلمانی در اروپا و انتخابات پارلمانی در افغانستان بگویید، بزرگترین اندوخته تجربه‌ایتان از این انتخابات‌ها چی بوده است؟ من قبلا در افغانستان در کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان کار می‌کردم. کمیسیون شکایت افغانستان یک کمیسیونی بود که خارجی‌ها بر اساس مکانیزم بسیار مدرن ایجاد کرده بود. در او ما در بخش مدیریت تحلیل و بررسی یک ولایت کار میکردم و پس آن آمدم در مرکز در کابل در عنوان در بخش کمیته حقیقت یاب این کمیسیون کار میکردم. ببینید سیستم در افغانستان، سیستم انتخاباتی در افغانستان مشکل نداشت، اما متاسفانه امو نفوذی که امو جریان های سیاسی داشت او را به مشکل واقع کردن. و حتی میتونم بگم من فعلا در اینجا در کشور اتریش به عنوان ناظر انتخاباتی هستم، به چند دوره شرکت کردم و میکنم و میبینم کما ایران. حتی میتونم مقایسه کنم که سیستمی که در افغانستان در او به کار گرفته شده بود خیلی پیشرفته تر از این سیستم بود،
اما متاسفانه در او نفوذ جریان‌های سیاسی او را سمی کرده بود و نمیتونست که مردم بسیار براحتی از حق رأی خود استفاده بکنند. اما در اینجا چون همه چیز منظم هست و بر اساس اون قوانین هست و احزاب هیچ گونه نفوذی نمیتونند در سیستم انتخاباتی داشته باشند، بسیار براحتی میتونیم ما و شما شاهد باشین و بعد از اینکه روز تمام شد شما هم نتیجه انتخابات را میتونید داشته باشین. آقای باقری، سپاس از گفتگو و تشریف آوریتان در برنامه. خواهش میکنم. تشکر از شما، از برنامه خوب شما. Auch nach der Nationalratswahl gibt es große Sorgen um das Schicksal der afghanischen AsylwerberInnen in Österreich. Die schwache Rolle der afghanischen Diaspora in Prozessen wie den Wahlen verstärkt diese Bedenken zusätzlich. بله سوزی، ما در این برنامه به این مورد هم پرداختیم و در این باره گزارش تهیه کرده ایم از دیدگاه‌های شماری از افغانستانی‌های ساکن در اتریش. در این گزارش با محمد رفیعی، مرد با پیشنه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نیز گفتگو شده است. Herr Rafi lebt seit über zwei Jahrzehnten in Österreich und steht in engem Kontakt zur afghanischen Diaspora. Hier ist der Bericht. هم با جاده‌های وین آشناست و هم با شندگان این شهر را به خوبی می‌شناسد. محمد رفیعی 24 سال را در اتریش زیسته است. او که یک شرکت تاکسی رانی دارد تا چند روز دیگر با همسر و فرزندانش به پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا به نامزد یا نامزدان مورد نظرشان در انتخابات پارلمانی اتریش رای بدهند. من شرکت کردن در انتخابات را به معنای سهیم شدن در سرنوشت خود می دانم. من به عنوان یک شهروند از یک کشور می خواهم در سرنوشت خود سهیم باشم و به همین دلیل من علاقه دارم در انتخابات شرکت بکنم. وی که پیشینه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را نیز دارد، می‌گوید که انتخابات کنونی با انتخابات‌های دورهای گذشته متفاوت است و بر اوضاع اجتماعی و روند مهاجرت اثرهای زیادی بر جا خواهد گذاشت. احزاب سیاسی که با مهاجرین رویه خوبی ندارند، با خارجی ها رابطه خوبی ندارند، اونها در حال رشد و عمی به نظر من امسال انتخابات را به انتخابات گذشته متفاوت ساخته است. اما افراد دارای ریشه پناهجویی به شمول افغانستانی های که شهروندی اتریش را دارند به اهمیت اشتراک در انتخابات و پیامدهای این روند چقدر می اندیشند؟ سهمگیری دیاسپورای افغانستان در انتخابات متاسفانه و پراکنده بوده و منظم نبوده و روی نظم و انضباط گامهایم از سوی دیاسپورا من تا هنوز شاهدش نبودم، غیر از انجمن و تلویزیون اکسوس که گامهای خوبی را برداشته تا حالا و هم دیاسپورای افغانستان و هم مردم افغانستان را تشویق کرده که در انتخابات شرکت بکنه، چون شرکت در انتخابات مسئله سرنوشته و بسیار مهمه. جاده های وین چند روز دیگر را هم گواه کارزارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات پارلمانی خواهند ماند. هر کس از انتخابات 29 سپتامبر انتظاری دارد. نامزدان به پیروزی می اندیشند و مردم و انتظاراتشان از پارلمان آینده. بله، من حق رای دارم در اتریش. از سال 2013 به بعد من به عنوان یک شهروند اتریشی شدم. مشارکت سیاسی در مسائل در تمام کشورها یکی از وظایف شهروندان است. من به عنوان یک شهروند اتریشی نظر و ایده خود را میگم و در هر انتخابات شرکت میکنم، به خاطر که میبینم که کدام حزب و کدام جریان سیاسی برای ما خوب است یا برای جریان مهاجرین خوب تر است و از امون رای میتیم. انتخابات اتریش بسیار زیاد مهم است. باید هر کسی که در کشور زندگی میکنه باید در انتخابات شرکت کنه، ولی چون ما مدت 8-9 ساله که در اتریش هستیم کارم کردیم و فعلا
فیلسکرون تمام مسائل تحویل کردیم با وجود که خود ما هیچ امکانات بر ما نمانده تقریبا فکر کو که 90% پول ما رو ما به دولت تحویل میکنیم که برای خود ما هیچ چیز نمیمونه ولی چون میبینیم در این کشور کسانی که سلب اشتندیک هستند اصلا هیچ اهمیت نداره برای این کشور هنوز آغاز راه است ولی کسانی چون محمد رفیعی بدین باورند که از ابتدای راه دیاسپورای افغانستان و دیگر کشورها در اتریش باید در برخورد با مسائل چون انتخابات جدی باشند و با اشتراک سودمند در چنین روندها موانع بعدی فراراهشان را بردارند. در آستانه انتخابات برخی از نهادهای فعال مدنی در وین میز گرد را زیر عنوان رأی من حساب می شود برگزار کردند. In dieser Diskussion haben aktive junge Mitglieder der Diaspora über die Bedeutung der Teilnahme an Wahlen und den Einfluss der Stimmen der Diaspora auf die Wahlergebnisse diskutiert. Einen Teil dieser Podiumsdiskussion schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Herzlich willkommen zu unserem Symposium heute. So, ich möchte nun unsere Gäste vorstellen und sie herzlich willkommen heißen. Die Taya Mola. Taya, herzlich willkommen. Taya wurde in Syrien geboren, studiert derzeit Politikwissenschaft und arbeitet als Übersetzerin. Auf meiner rechten Seite steht der Shaukat Walizade. Er ist Sozialberater, zertifizierter Elterntrainer, Gründer und Geschäftsführer des Vereins Neuer Start. Seit 2010 engagiert er sich in sozialen Bereichen und hat zahlreiche Projekte mitgestaltet. Sein Engagement wird durch ein Studium der sozialen Arbeit ergänzt. Herzlich willkommen. Auf meiner linken Seite steht Jafar Bambuk, studiert Politikwissenschaft an der Universität Wien. Seine Masterarbeit zum Thema Gewalt der Klimakrise ist im Frühling 2014 als Buch erschienen. Er ist zudem Bundessprecher der Grünen Jugend und parlamentarischer Mitarbeiter des Grünen Clubs im Parlament. Jafar, herzlich willkommen. Danke. Und die Frage ist einfach so, und das ist der Sinn unseres Treffens heute. Warum sollte ich wählen gehen? Warum ist es wichtig, wählen zu gehen? Ja, vielen Dank für die Initiative. Vielen Dank auch allen Partnerinnen und Partnern, die diese Veranstaltung auch ermöglicht haben. Und vielen Dank auch für das Publikum, das hier heute auch da ist. Ich glaube, das ist, um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass es einfach prinzipiell wichtig ist zu wählen, deshalb, weil in einer liberalen Demokratie, in der wir quasi leben in Österreich, Wahlen nun quasi das wichtigste Mittel sind, um quasi teilzunehmen an der Demokratie. Das heißt aber nicht, dass Wahlen das einzige Mittel sind, um an einer Demokratie teilzunehmen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, sich einzubringen, laut zu sein, sich zu engagieren in der Zivilgesellschaft, aber auch politisch aktiv zu sein, quasi auch dann, wenn nicht Wahlen sind. Wahlen sind aber halt deshalb wichtig, weil sich dadurch, und in Österreich ist es so, dadurch ein Parlament bildet. Was heißt das, wenn sich ein Parlament bildet? Das heißt, das Legislativorgan, also das Organ, das für die Gesetzesgebung zuständig ist, bildet sich innerhalb von einem Land und die Zusammensetzung dieses Parlaments, also die Zusammensetzung dieses Legislativorgans, hat einen direkten Einfluss auf die Frage, welche Gesetze kommen dann raus. Das heißt, wer in diesem Parlament sitzt, hat einen direkten Zusammenhang mit der Frage, welche Gesetze kommen dann raus. Und deshalb ist es so wichtig, quasi an Wahlen teilzunehmen, damit man auch mitentscheidet, wer in diesen Parlamenten, wer in diesem Legislativorgan sitzen kann und wer dann die Gesetze und in welchem Interesse dieser Gesetze dann quasi beschlossen werden. Ich würde da eine kleine Anmerkung sagen. Seit 2014 bist du da.
Es ist 2024. Es ist deine erste Nationalratswahlmöglichkeit, wo du wählen gehen darfst. Und denke ich auch, also es ist ein bisschen sozusagen, also es hat 10 Jahre gedauert, bis du mit dem Wahl teilnehmen kannst und wählen darfst. Das heißt auch, wenn ich wählen gehe, dann stimme ich auch für diejenigen, die noch nicht die Staatsbürgerschaft haben. Geht das so? Kann man es auch so sagen? Das könnte man so sagen, wenn man auch für Leute mitwählt, quasi die sehr ähnliche Interessen haben und sehr ähnliche Vorstellungen haben, politische Vorstellungen. Das ist halt so in einer Demokratie, wenn man einfach nicht wählen geht, dann steigt quasi der Wert der anderen Stimme. Das heißt, die andere Stimme, die wählen geht, ist dann nicht nur eine Stimme, sondern eine Stimme plus quasi der Bruchteil von denjenigen, die halt nicht wählen gegangen sind. Einfach so ein ganz, also mathematisch gesehen quasi. Deshalb ist es so wichtig, quasi wählen zu gehen, weil in einer Demokratie, wo eine Stimme wirklich eine Stimme wert ist, ist die Demokratie am vervollständigsten quasi. Ja, mit diesem Punkt möchte ich an dich anwenden. Ist es wichtig zu wählen? Weil, wie er gesagt hat, auch es ist, also wenn man nicht wählen geht, dann verliert man, also zwischen Anführungszeichen, so einen Minusstimme oder so. Wie siehst du es aus? Also wie siehst du auch den Wahl aus und wie wichtig ist es, wählen zu gehen von deinem auch Perspektive? Vielen Dank. Hallo von meiner Seite. Möchte ich auch herzlich bedanken für die Initiative, für die Veranstaltung. Ja, meiner Meinung nach ist auch total wichtig, wählen zu gehen. Ich würde gern einen Schritt zurückgehen und auch von Perspektive als Geflüchtete, als ehemalige Geflüchtete, als Migranten zu sprechen und zu sagen und ganz kurz zurückzuschauen, warum sind wir hier und sind einige von aus dem Grund, unterschiedliche Gründe hier. Sind wir geflüchtet und hierher gekommen und Schutz gesucht und einen Platz und einen Ort gesucht? Und nach vielen Herausforderungen, nach vielen Schwierigkeiten endlich geschafft, die Staatsbürgerschaft zu bekommen und jetzt dürfen die Demokratie teilzunehmen, mitbestimmen, mitentscheiden und diese Entscheidung ist nicht nur, ich würde auch von meiner Seite auch sagen, nicht für mich total wichtig, sondern ich fühle mich auch als Mensch, der auch teilnehmen kann an der Wahl, aber für diejenigen, die noch nicht entscheiden können, noch nicht mitbestimmen können, fühle ich mich auch als für die anderen auch, weil sie leben auch hier. Das ist auch ein Fehler von Demokratie hier in Österreich, dass Menschen leben seit jahrelang hier, aber dürfen nicht wählen. Das ist ein Problem hier. Und wir Personen, die jetzt schon wählen dürfen, haben eine Verantwortung und diese Verantwortung muss erfüllt werden. Verstehe. Ich sehe so ähnliche Punkte, habe ich mit dir, Taya, einmal geredet, schon besprochen. Du hast mir einmal gesagt, weil wir aus Syrien sind, wo die Diktatoren gab und gibt immer noch leider, durften wir nicht so echt wählen. Und jetzt, wo wir in einem Land sind, die Demokratie sehr stark ist, der Wahlen, ist es sozusagen, es ist, also jede Stimme zählt und jede Stimme hat einen Wert auch in der Demokratie, also in diesem Maschine sozusagen, in diesem System. Wie siehst du es aus, wie wichtig, dass wir wählen von diesem Punkt, also aus von diesem Punkt? Wie wir alle wissen, die österreichische Staatsbürgerschaft ist eine der schwierigsten Staatsbürgerschaften zu kriegen weltweit. Und aus diesem Grund wollte ich wirklich meine Rechte verwenden, inklusive wählen natürlich. Weil für mich irgendwie war das wirklich die einzige Art und Weise, beziehungsweise die einzige Methode, das Land zu verbessern. Ich will irgendwie das Wahlrecht in Österreich nicht unterschätzen, sozusagen, weil ich genau weiß, dass viele Menschen weltweit
die das Recht einfach nicht haben. Und sie können wortwörtlich nichts ändern. Mhm. Ja, ich möchte auch was anmerken, dass die Taya gerade im Urlaub ist. Und deswegen teilt sie online mit uns. Aber trotz ihrer Urlaub- und Ruhezeiten fand sie dieses Thema sehr wichtig. Und deswegen hat sie zugesagt. Und sie hat gesagt, okay, ich nehme von meinen Urlaubzeiten. Also danke nochmal, dass du dabei bist und dass du Zeit für uns hast, obwohl du auf Urlaub bist. Danke dir, dass du mir diese Chance gegeben hast. Auf jeden Fall. Gerne. Gut, dann heißt es, ist es wichtig für uns, aus unterschiedlichen Gründen wählen zu gehen. Und die Frage ist, kommt jetzt, was ist meine Stimme sehr nützlich? Okay, ich bin überzeugt, also ich sage jetzt, okay, ich will wählen gehen. Und die Frage kommt immer, was bringt meine Stimme? Ist es meine Stimme sehr nützlich, dass ich wählen gehe? Was bringt es mir persönlich und auf der Gesellschaft allgemein? Wenn ich mit dir ging, wäre super. Ja, also an sich ist das eine Frage, die auch nirgendwo hinführen kann, weil wenn sich jeder fragt und jeder, ist meine Stimme nützlich, und auf die Idee kommt, meine Stimme ist nicht nützlich, dann geht ja niemand wählen, und dann ja, dann weiß ich nicht, was wir so haben. Beziehungsweise es gehen halt nur diejenigen wählen, die finden, dass ihre Stimme nützlich ist. dann ist ihre Stimme erst recht nützlicher als deine. Also die Stimme ist nur so nützlich, wie man sie quasi nutzt. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass mit der Stimme, also es geht ja darum, dass man quasi Parteien unterstützt, also Parteien seine Stimme gibt in einer repräsentativen Demokratie, und Parteien mit der eigenen Stimme zu stärken, die Inhalte vertreten, die man selber gut findet, die Interessen vertreten, die man selber hat, wirkt quasi, also macht ja diese Stimme quasi nützlich, weil man auch nicht der Einzige ist, der diese Parteien unterstützt, sondern es ist immer eine Gruppe an Menschen, die diese Partei unterstützt. Und das heißt, die Stimme an sich ist schon mal nützlich, weil sie eine Stimme mehr sein kann. Es ist auch übrigens bei Wahlen, also auf einer nationalen Ebene, weniger der Fall, weil das quasi eine große Summe an Menschen sind. Aber bei kleineren Wahlen auf Gemeindeebenen, auf Bezirksebenen ist es oft so, dass tatsächlich weniger Stimmen entscheiden, welche Parteien bzw. welche Repräsentanten, Repräsentantinnen gewählt werden. Insofern kann auch wirklich eine Stimme wirklich viel ausmachen. Aber ausmachen tut die Stimme an sich schon auch viel, deshalb, weil sie ja quasi geteilt ist mit anderen, die eine Partei wählen und die eine Partei unterstützen. Shaukat, wie siehst du das so wissen, gesellschaftlich? Also wie weit ist meine Stimme sehr nützlich, dass ich wählen gehe auf der gesellschaftlichen Ebene? Du bist ein Sozialberater, du triffst dich mit vielen Menschen und du machst sicher, also in vielen Aktivitäten. So, ja. Was bringt es? Bevor wir zu deinem Punkt kommen, aber vorher möchte ich auch ganz kurz so erwähnen, was ich wichtig finde. Die Community-Arbeit, die Community, die Vereine, die Organisationen sollen auch transparent und ein bisschen mehr Informationen teilen und auch an die Menschen rüberzubringen, damit sie ein bisschen motiviert werden, selber den Broschüren, selber den Programme von Parteien anzuschauen. Andererseits finde ich auch total wichtig, dass die Parteien auch zu Communities hinzugehen und auch die Informationen von erster Hand weitergeben und auch sich präsentieren, hey, wir sind diese Partei und wir haben dieses Programm, und was bringt dieses Programm an die Community, an die Menschen, an die Migrantinnen, Geflüchtete und auch Gesellschaft grundsätzlich.
Das fällt meiner Meinung nach ein bisschen mehr von beiden Seiten. Das könnte sehr, sehr unterstützend sein in Zukunft, dass die Menschen richtig entscheiden und auch mehr motiviert werden und auch teilzunehmen, mitzuwirken und so weiter. Was ich noch nützlich finde am Tag der Wahl, ist vielleicht Einzelpersonen kann ein bisschen mitwirken. Wenn zur Wahl gehen, vielleicht eine Story machen, also eigene Community, eigene Gesellschaft auch zu aufmerksam machen, hey, heute ist der Wahl, du kannst auch hingehen, geh hin, nicht vergessen und so weiter. Das könnte auch meiner Meinung nach ein bisschen bringen, dass die Menschen mit beteiligen. Mhm. Zu deiner Frage, als Sozialarbeiter sehe ich sehr, sehr wichtig, welche Partei in der Regierung ist, welche Partei schließt die Gesetze und auch gibt vor. All das ist eine direkte Auswirkung innerhalb der Gesellschaft hat. Wir haben es auch gesehen in den letzten Jahren vor der Ibiza viele Gesetze beschlossen, die die Gesellschaft und auch die Menschen direkt betroffen und auch direkte Auswirkungen an das Leben von Menschen gebracht hat. Und das muss man nicht vergessen und auch das muss man wirklich, wirklich ernst nehmen. Und total wichtig ist, dieser Wahl ist total wichtig, mitzuwirken, mitzuentscheiden und auch unbedingt teilzunehmen. Aber vorher unbedingt den Wahlprogramme von Parteien anzuschauen, welche Programm bringt mir als Person, bringt unsere Gesellschaft, bringt in meinem Umfeld und welche Wahlprogramm ist schädlich von unserer Gesellschaft und auch wirklich die Gesellschaft spalten. Vielen Dank und schönen Abend wünsche ich euch. رسیدیم به آخر برنامه ویژه انتخابات پارلمانی اتریش. اما برای شما که حق رای دهی در این انتخابات را دارید، همه چیز تازه آغاز می شود. Nehmen Sie an den Wahlen teil und gestalten Sie Ihr eigenes Schicksal. تا برنامه دیگر و زمان دیگر خدا نگهدار. روزه شما خوش.